از خیابون نظام‌آباد شروع کرد. خب سنم کم بود، فوتبال فقط با بچه ها محلی بازی میکنم. 13-14 سالم بود اومدم پیش ناصرخان، شنفتم که آقای ابراهیمی تو برق تهران بازی میکنن، مربی هم بود. اومدم دم خونه شون، یه پیکان داشت ناصر، در رو زدم و اومدن بیرون. گفتم ناصر خان سلام علیکم، من بچه محلم، فوتبال رو دوست دارم. اون خدا شده یادم نمیره، اومد صندوق ماشینش بیرون پارک با کرد و یه توپ در، گفت با توپ کار کن. و هم شروع کردم رو پایی زدن و اینا. گفت خوب، یعنی 4 تا زانو زدم، میزدم 100 تا 200 این کاره. آدرس گفت فردا می میدون شهدای فعلی جاله صابه. اومدن گفتن پیروزی بازو، مردم هم هیچ موقع نگفتن پیروزی. پرسپولیس به هر حال هویت تیمه، بنیاد مستضعفان فکر کنم تیمو گرفته بودن. گفتن حالا پیشنهاد دادم، میخواستن عوض کنن، آزادی میخواستن بزن. اول انگار یه صحبت هایی بود که آقای فکر میکنم انصاری فر پیشنهاد دادن. عباس من اصلا گفته بودم پیروزی بده. خلاصه همون کسی اصلا نمیگفت دیگه. آخه یه تیمیه، شما ببینین محتوای تاریخی داره، اسمش حیف نیست آدم این اسمو. خب میدونیم در واقع یه اسمیه، از کنم پاسارگاد مثلا بوده، یه شهری بوده، کاملا هم ایرانی. یعنی شما تاریخچه رو موقعی که میخونید این یه اسم ایرانیه. بعد مردم هم خوب دوست داشتن هم پرسپولیس باشه دیگه. یه دورم تو استادیوم تشویق نکرد، ما تو گزارش ها و اینا هم پیروزی صدا میکردن رسمی گفتن. اما خب مردم باید ببینیم چی میخوان، چی دوست دارن، خیلی مهمه. احترام به خواسته مردم. از طرف فیفا نماینده اومد و به منم گفتن از فدراسیون باشون صحبت کنیم. فقط آقا بنده داستان اینه، داستان اینه. گفتم غیر از این باشه محروممون کن. من نگران بودم، میترسیدم. بله داستان این بود که هم سندسازی کنیم هم عرض کنم دروغ بگیم. خب من باعث شدم یه سری دروغ بگم، فلان استادیوم مال پرسپولیس، فلان استادیوم مال استقلال. اون موقع بهمون میگفتن فوتبالمون مثلا آماتوره، اما به مراتب از الان بهتر بود. شما استادیومامونو ببینید، همین مثل استادیوم تختی تونستیم درست کنیم، استادیوم راهنی که پرسپولیس خریده بعدم از همون گرفتن. آقا عبدو خدا بیامرز اونو خریده که مسابقه هم میشد اونجا برگزار کنیم. کامل بود همین امکاناتش. همین الان هم شما ببینید چند سال ما داریم استفاده میکنیم. من فکر میکنم پر مخاطره ترین بازی، پر استرس ترین دروی تو ایران برگزار. یعنی از 20 روز قبل آدم شروع میشه استرس میگه، بعد تو بازی بیشتر احساس اونجا عمل میکنه، منطق فراموش میشه. یعنی نمیشه منطقی به احساسی همه چی. شما میبینی همین الان دربی شروع میشه بی مورد فول میکنن رو هم، اون استرس هست محکم میرن. این همیشه بوده دیگه تو دربیه. بابا علی آقا من شمردم 17 عدد برفت دستشوی از استرس بود دیگه. کاری هم نداشت، میرفت میومد. گفتم علی آقا چقدر میری شما دستشوی؟ گفت 5 به من. گفت 5 تا این بازی تموشه من بیچاره میشم. اینجوری بود. یه دفعه دیدم امیر و مجدوی درگیر شدن، مجدوی یک کله برم اینو ما عقب دیگه شلوغ شد دیگه. بعدم فهمیدیم که تا
توهین کرده بودم. اول یه توهینی کردم، مجرمم ناراحت شد جواب ده. اما جالبه ای میگین وزیر با شماست، رئیس با شما، هشتم از ما رو محروم کردم. ما هم زیاد محروم کردم، تعدادش هم تو ذهنم نیست. نه شما ذهنت خراب میشه، پاک میشه تا اینجا. از استقلال دو نفر از ما. نه بابا بیشتره، دو تا بود. حالا برو بیا دیگه. الان امیر رکوبی هستش که یادمه، امیر قلنش هم یادم، محمود فکریش هم یادمه، ورمزیارش هم یادمه، این چهارتاشو یادمه. نه من به شما قول میدم دو تا اینه که گفتیم، چون ما رفتیم چیز شدیم، گفتیم بابا ما چرا، فیلماش هم بود که من فقط بچه استقلالم وسط زمین نیست، اونم با بچه هاشون صحبت کردم همینجا بشه، چون از پلا صندلی و اینو بل میکن، بچه خودمونم نشون اصلا فیلم بود. اما خب به قول شما وزیر ورزش، رئیس سازمان ورزش، یه چیزی در اون بازی پرسپولیس جلو بوده دو هیچ، بعد شاهبودی اخراج میشه، بعد زرینچر میبرم جایی که شاهبودی خالی شده، زرینچر همجی سانت میکرده، استقلالی هی میزدن بعد بازی دو دو میشه، هی میزدن. حتما من تو زندان تو اوین بودم. چیو میزدن اینا که ما ندیدیم، هی میزدن من فکرم شیشتا رو زدن بمون، نمیدون آن من فکر کنم شیشتا رو بمون زدن مخلدن. ولی بازی که دو دو میشه، بعدش که دعوا میشه، من یه موقع به ازاد دادای ساده اینا به من گفتش، اسمم میارم که تو نهر چیز باشه، بزرگ دایزاده گفت اگه دعوا هم نمیشد احتمال اینکه ما سوم بخوریم بود، چون بازی دست به استقلال بود، تیم عصبی شده بود، این دعوای بازی رو اصلا نگه داشت، وگرنه تو کامل دست استقلال بود. بهزاد خوب استقلال بازی میکرد، میدون که شما آمار رو نداشتیم پیش کسان، حالا خوب ما پیر شده اووردیم پیش خودم، شما جوونیاش. نه شوخی میکنم، اما اینجوری نبود. یه لحظه پیش اومد داشتن اونجا عوض کرد و فرگوسن یه حرفا رو نمیزن که شون عوض کردم، فوتبال اصلا اینجوری من نقل قولایی که شنیدم. آره نه من از نظر فنی میگم اصلا فوتبال اینجوری نیست. 20 سال 73 که میگم بازیکن استرپرسیس رو بردم بازداشتگاه، اینا شما چیزی یادتون آره. چی بودش؟ چی شد؟ میگه اینا رو لخ کرده بودن تو بازداشتگاه، مثلا من که تحقیرشون بکنن، نمیدونم چند چیزی درسته. به هر حال بردن چند تا بچه رو، فکر میکنم اس نبرم بهتره، بردن دیگه، در جایی که به این سرعت نمیان یه بازی ورزشگاه ملیو ببرم بازداشتگاه، بازی دعواش داستان داشتیم، بلش کن. شما بگو خب چی خوبه الان فوتبال ما خراب؟ آخه فوتبال چیزی نی، اونا درست شه فوتبال اصلا مسئله ای نداره. شما ببین الان داستان خود برجام اصلا نمیدونیم، معلوم نمیدونیم چی میگذره، درسته؟ خب اینا بخوایم بدونیم آقا چی کار کردی، ما الان جزئیات قرار داده با چین رو نمیدونه، اما همه جای دنیا به رای گیری میزن آقا این داستانه، ببندیم یا نبندیم، نظر خواهی میکنن دیگه یه جایی که اینجوری میشه. خب به زمه حالا شما خوبه، ممکنه بگین مردم بگن عالیه خوبه، چه ایرادی داره؟ به من زنگ زدن بیاییم وزارت ورزش، سازمان نه شده، از سازمان زنگ زدن رفتیم، خلاصه از پایین بردن یه آسانسور جدا میره اتاق رئیس سازمان یا وزیر بر. ما رفتیم اونجا، خود آقای سدلو اومد و خوش آمد و اینا گفت، من اومدم دیدم خیلی اونجا، آقای رویانیان بود، آقای پروین بود، دو سه تا دیگه تو اون زمان تو هیئت مدیره اینا اومد، ما نشستیم نمیدونستم واسه چی اومده، گفتم علی آقا
یعنی هیچی نگو. منم نمیدونم دیدم آقای سعیدلو اومد تبریک گفت و اعضای هیئت مدیره و من تازه فهمیدم من جزء اعضای همون جا علی آقا میدونه بلند شدم عذرخواهی کرد آقای سعیدلو چیه؟ آقا بنده گفتم آقا اول از اون به ما میگفتین آخه خوبیت نداره من مگه عشق این چیزها رو دادم بیام بله خیلی هم ممنون منو گفتم من اصلا کارم اینی همین جمله رو اونجا گفتم گفتم من فوتبال هنوز یاد نگرفتم عمرم رو تو فوتبال گذارم حالا بیام تو هیئت مدیره چی کار میخوام بکنم